در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از ادامه واکنش ها به بیانیه اعتراضی زنان شاغل در سینمای ایران، ادامه جنجال ها بر سر فیلم قهرمان اصغر فرهادی و اخبار برگزاری نمایشگاه کتاب بعد از 2 سال وقفه را مرور میکنیم. ادامه جنجال ها بر سر اصغر فرهادی و فیلم قهرمان. هالیوود ریپورتر به تازگی گزارش داده که دادگاهی در ایران اصغر فرهادی را به دلیل نقض حقوق کپی رایت و استفاده از عناصر کلیدی مستند دو سر برد دو سر باخت برای فیلم قهرمان بدون ذکر نام کارگردان این مستند مجرم شناخته است. حکمی که لازم الاجراست، قابل تجدید نظرخواهی نیست و قاضی باید مجازات فرهادی را تعیین کند. در بدترین حالت ممکن است کارگردان مجبور شود کلیه درآمد حاصل از نمایش فیلم را به آزاد مسیح‌زاده، ایده پرداز و کارگردان مستند مذکور واگذار کند و حتی به زندان محکوم شود. فرهادی پیش از این و بعد از برخی فشارها در رسانه و فضای مجازی اعتراف کرده بود که فیلمش را بر اساس ایده همان داستان واقعی مستند دو سر برد دو سر باخت ساخته است. مستندی که مسیح‌زاده به عنوان دانشجوی کارگاه مستندسازی فرهادی ساخته بود، اما فرهادی ایده نهایی قهرمان را متعلق به مستندساز نمی‌داند و مدعی است که مستقلاً در مورد داستان تحقیق کرده است. پس از انتشار این گزارش، کاوه راد وکیل اصغر فرهادی در ایران در واکنش به رأی اعلام شده توضیحاتی منتشر کرده و گفته با توجه به اینکه قرار صادره به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند رسیدگی محسوب می شود و در ادامه فرایند رسیدگی پرونده ابتدا در دادگاه کیفری 2 و سپس در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد، امید است در طول رسیدگی پرونده در مراحل بالاتر با ارجاع موضوع به کارشناس و جلب به نظر تخصصی اساتید و خبرگان حوزه حقوق مؤلف قرار صادره نیز نقض شود. همچنین تهیه کننده فرانسوی فیلم قهرمان درباره شکایت اخیر علیه فرهادی بیانیه‌ای منتشر کرده و مدعی شده که هنوز هیچ حکم قطعی و الزام‌آور قانونی در مورد این پرونده وجود ندارد، بلکه تحقیقات مقدماتی درباره اینکه آیا موضوع در دادگاه بررسی شود یا خیر انجام شده و در نهایت تصمیم بر آن شده که این پرونده در دادگاه بررسی شود. ادامه واکنش‌ها به بیانیه اعتراضی زنان سینما. چندی پیش بیانیه‌ای که تاکنون به امضای حدود 300 نفر از زنان شاغل در سینمای ایران رسیده با عنوان بیانیه زنان دست‌اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه منتشر شد. در بخشی از این بیانیه با اشاره به روایت‌های حاکی از آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما آمده که هر گونه خشونت، آزار و باجگیری جنسی در محیط کار محکوم است و این زنان برای توقف آن خواستار عواقب قانونی جدی برای متخلفان هستند. امضا کنندگان بیانیه خواستار ایجاد کمیته مستقل شامل اعضای آموزش دیده در مسائل خشونت جنسی و جنسیتی در خانه سینما شده اند که وظیفه اش بررسی جرائمی در حوزه خشونت جنسی و جنسیتی باشد. در واکنش به این بیانیه محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی در اولین جلسه شورای معاونین و مدیران این سازمان دستور داده شورای اخلاق حرفه‌ای سینما تشکیل شود و سپس اعضای این شورا را هم معرفی کرده. انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور هم از زنان دست‌اندرکار سینمای ایران برای حضور در نشستی به منظور طرح مسائل و مشکلات خود و تبیین راهکارهای عملیاتی برای صیانت از شأن و منزلت زنان هنرمند دعوت کرده است. برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از 2 سال وقفه به دلیل شیوع کرونا در مصلای بزرگ تهران برگزار می شود و ثبت نام ناشران برای حضور در این نمایشگاه از 15 فروردین آغاز شد. با توجه به محدودیت های ناشی از تداوم شیوع ویروس کرونا، این دوره از نمایشگاه به 2 شکل فیزیکی در مصلای تهران و مجازی در سامانه نمایشگاه به آدرس kitab.ir از 21 تا 31 اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد. ناشران برای شرکت در این نمایشگاه در 1 درگاه اینترنتی ثبت نام می‌کنند و هر ناشر مجاز است با توجه به ضوابط و مقررات نمایشگاه در هر 2 شکل فیزیکی و مجازی یا صرفاً در شکل مجازی شرکت کند. مبنای عرضه کتاب برای فروش در شکل فیزیکی نمایشگاه کتاب‌های منتشر شده سال 1397 به بعد و در شکل مجازی نیز کتاب‌های منتشر شده از سال 1391 به بعد است.